الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم خدمتي حمي بنجانة محترم و برادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس گذاریم از این که بار دیگر برای من و شما توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی را در کنار قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم برادران و خواهران عزیز طوری که برای شما وعده کرده بودیم امروز به توفیق خداوند تبارک و تعالی خوشبختانه شروع می با سلسله درس های زن در آینه اسلام و ببینیم که الله تبارک و تعالی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای زن در دین مبین اسلام چه ارزش های قائل شدن و آیا در حقیقت دین مدافع حقوق زن و جایگاه زن و عظمت و بزرگی زنان هست یا افراد غیر دینی هستند شاید کسی سوال بکند چرا این موضوع را انتخاب کردید بنده هدف از انتخاب این موضوع به روی سه دلیل هست یعنی سه چیز باعث شد تا این موضوع را انتخاب بکنیم و این سلسله درس ها را خدمت عزیزان تقدیم بنماییم اولین هدف انتخاب این موضوع این هست چون امروز تمام دشمنان دینی مبین اسلام تلاش دارند و از هیچ چیزی دریغ نمیورزند از همه ابزار و وسایل به پول و سرمایشان مصرف میکنند سرمایه گذاری می کنند تا اینکه این قشر عظیم و بزرگ و این مخلوق عظیم خدا را منحرف بسازند و فاصله بین, بین, بین اینها و الله ایجاد بنمایند و اینها را از دین مبین اسلام دور بسازند که امروز شما می بینید بدون شک کفار هدفشان همین هست الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید اینالذین کفر و ینفقون اموالهم لیصد عن سبیل الله کسانی که کافر شدند اونها مصرف میکنن سرمایه هایشان را همیش تلاش میکنن شب و روز بدون کدام وقفه حتی از پولشان مصرف میکنن میگذرن از سرمایهشان به خاطر اینکه شما را از راه الله منحرف بسازن و شما را دور بسازن از راه خداوند تبارک و تعالی و امروز شما میبینید هر روز در تمام دنیا سر و صدا از دفاع حقوق زن هست از ارزش های زنان هست حتی بی و گستاخانه ادی از مسلمانان فریب خورده هم به عنوان بلنگوی اونها شدن یا به عنوان ابزار تبلیغاتی اونها روی این قضیه چسبیدن و هر روز سر و صدا و این هست که اسلام حق زن پایمال کرده و اسلام در دفاع از زنان کدام پیام و برنامه ای ندارد در حالی که اگر قرآن عظیم و شنر بخوانید و بدانید ببینید که الله تبارک و تعالی چقدر ارزش بزرگی برای این مخلوق عظیم خود قائل شده و هیچ تفکیکی نیست الا در مسائل که در بعضی از مسائل زنان بر مردان برتری دارند و در بعضی مسائل مردان بر زنان برتری دارند که این قضایای مختلف هست یعنی یکی از هدف انتخاب کردن این موضوع همین هست که امروز همه دشمنان ما تلاش میکنن تا زنان را از راه دین منحرف بسازن دومین هدف از انتخاب این موضوع یا این سلسله درس ها شناخت و جایگاه زن هست در اسلام که متاسفانه ادی از ما مسلمان ها هنوز نشناختیم و نفهمیدیم که زن از چی جایگاه و چی مقام و چی عظمتی برخوردار هست در اسلام عزیز یعنی به خاطر معرفی کردن جایگاه زنان به خاطر شناخت بهتر از مقام و ارزش زن در اسلام این موضوع انتخاب شد هدف سوم از انتخاب این موضوع چون امروز متاسفانه ادی از مسلمان ها در برابر زنان با مشکل دوچارن یا تفکیک قائل می یا عملی را انجام می دهند و مرتکب می که نه تنها در اسلام عزیز نیست بلکه اسلام برای انجام دهنده چنان اعمال مجازات تعیین کرده است بنان به آن لحاظ خواستیم برای این سه هدف اساسی این سلسله از درسها زن در آینه ای اسلام را خدمت همه خواهران و برادران عزیز تقدیم بکنیم این بود مقدمه و بحث امروزی ما و درس اول ما در ارتباط به خلقت هست ببینید خلقت زن به مرد چی تفاوت در خلقت هست به چی قضیه به چی شکل این خلقت رخ داده و از چی ماده خلقت زن و مرد تشکیل شدهان؟ در بین مخلوقات خداوند این سه مخلوق یعنی در مخلوقی به نام جن مخلوقی به نام ملائک یا فرشته و مخلوقی است به نام انسان اگر در خلقت اینها نگاه بکنید متفاوت هستند از نظر ماده خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند فرشتگان از نور هستند یعنی ماده خلقت ملائک از نور هست به همان لحاظ است که اونها هرگز نافرمانی نمی کنند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون هر آنچی را که الله دستور بدهد اطاعت می کنند به هرگز نافرمانی نمی در برابر اوامر خداوند تبارک و تعالی یعنی چون ماده خلقت اونها ایجاد سرکشی و نافرمانی اونها را نمی کند یعنی در اطراف نور چیزی به اسم ظلمت وجود ندارد ماده خلقت ملائک از نور هست دوم ماده خلقت جن اگر نگاهی بیندازید یا اجینه به اعتراف خود اونها طوری که الله تبارک و تعالی در قرآن ارشاد فرموده از نار هست یعنی ملائک از نور و جن از نار هست به همان لحاظ از وقت خداوند دستور میدهد برای شیطان که برای آدم سجده کن خودش اعتراف میکند میگوید خلقتن من نار و خلقته من طین من از آتش آفریده شدم چگونه آتش سر در برابر گل پایین بکند با اون لحاظ چون شیطان از جنیات هست و قرآن میگه این شیطان کان من الجن شیطان از اجینه هست و خلقت اجینه از نار هست آتش اما ماده خلقت انسان از دو چیز هست انسان هم از ماده تشکیل شده و هم از معنا تشکیل شده الله تبارک و تعالی می فرماید لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین و در دیگر می فرماید بدع خلق الانسان من طین خلقت انسان شروعش از خاک هست یعنی یکی از ماده ای که وجود انسان تشکیل شده و انسان به عنوان یکی از مخلوقات خداوند بروز کرده و پا به عرصه میدان گذاشته خاک هست یا همین گل هست این جنوه مادیش هست ماده دوم خلقت انسان معنا هست وقتی که الله تبارک و تعالی مراحل خلقت انسان را تکمیل می کند انسان پا به تکامل می گذارد اینجاست که الله تبارک و تعالی می فرماد و نفخت و فیهم روح من از روح خود برای انسان دمیدم به همان لحاظ است که انسان از دو ماده تشکیل شده یعنی از ماده و از معنا از دو چیز هم از ماده و هم از معنا زمانی که جنوه مادی انسان بر معنایش غالب بیاد انسان سرکش می شود تغیان می کند نافرمانی می کند دست به جنایات میزند گناه و معصیت را مرتکب می شود و زمانی که جنوه معنوی انسان بر مادیش غالب بیاید که اگر هر قدر انسان جنوه معنویش را تقویت بکند انسان فرشته می شود نه تنها فرشته بلکه از مقام و ملائکی فرشته هم بالاتر رسد آدمی و جایی که جز خدا نبیند بنگر که تا چه حدی است مکان آدمیت آدمیت تنها لباس نیست ظاهری انسان نیست بلکه معنویتی انسان ارزش داره بنابراین اگر از نظر ماده خلقت نظر بیندازیم وقتی الله تبارک و تعالی موجود به نام انسان آفریده در اونجا تفکیک ایجاد نشده که این ماده برای زن باید اختصاص داده بشه و این ماده برای مرد اختصاص داده بشه یعنی زن و مرد از نظر ماده خلقت یک چیزند هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند. به همان لحاظ است که الله تبارک و تعالی در بسیار از آیات قرآن ارشاد می‌فرماید انسان به عنوان نفس واحد یاد کرده زن و مرد به عنوان یک نفس واحد چون مرجع و مبدعی که انسان بعد از آدم رشد کرده یک نفس واحد بوده. هو الذی خلقکم من نفس واحد و است که شما را از یک نفس واحد آفریده و زمانی که الله تبارک و تعالی حضرت آدم علیه و السلام را آفرید و در پهلویش همسر گرامیش را آفرید چقدر زیباست اگر انسان دقت بکنه به مجرد خلقت آدم دو چیز را الله تبارک و تعالی برای آدم عنایت میکند یعنی وقتی که انسان پا به عرصه ظهور میگذارد در دنیا قدم میگذارد دو چیز را الله تبارک و تعالی برای آدم عنایت میکند یکی از جمله اونها قانون هست یعنی نظام هست چون زندگی انسان بدون نظم و نظام و بدون قانون با مشکل مواجه می شود انسان تنها موجودی است که بر اساس قانون حرکت می کند با نظم حرکت می کند با دیسپلین حرکت می کند نیاز با نظم و انضباط دارد به همون لحاظ است که الله تبارک و تعالی چند صحیفه برای آدم عطا به عنوان قانون و طریقه خوردن و نوشیدن و حرکت کردن و زندگی کردن و برخورد کردن را در اون قانون درج کرد به طریقه عبادات آدم همه چیز در اون قانون درد شده بود و دومین چیزی که الله تبارک و تعالی به مجرد خلقت آدم برای آدم عنایت میکنه تشکیل خانواده هست یعنی همسر چقدر زیبا الله تبارک و تعالی نقش ای همسر را در زندگی آدم برای ما ارشاد میکنه والذی خلقکم من نفس واحد وجعل منها زوجها لیسکن الیها الله اکبر چقدر این نقش مهمی میداره در حیات انسان اینها لازم و ملزوم یک زن و مرد مکمل یک دیگران. اینها با هم یک دیگر را تکمیل می کنند. الله تبارک و تعالی می فرماید زمان که آدم آفریده شد مفسرین کرام می وقتی که آدم در دنیا آمد با تنهایی احساس آرامش نمی کرد متزلزل بود پریشان بود و الله تبارک و تعالی از پهلوی آدم از وجود خود آدم برای آدم همسری گرامیر انتخاب کرد به او لحاظ است که الله تبارک و تعالی می فرماید و جعل منها زوجها لیسکن الیها ما ای همسر برای آدم از خودش آفریدیم از پهلویش تا این که آدم توسط اون سکونت و آرامش بگیرد این از قضیه خلقت آدم و یا نقش زن در پهلوی آدم در اون زمان در مرحله خلقت مسئله دوم از نظری مراتب خلقت اگر نگاه بکنید بین این سه مخلوق یک تفاوت وجود داره که کدام یکی اول آفریده شده آیا جن اول آفریده شده ملائکه اول آفریده شده است یا انسان اول آفریده شده است اگر نظر به آیات قرآن نگاهی بیندازیم اولتر از همه جن بوده چون زمانی که الله تبارک و تعالی برای ملائک دستور میداد و اذ قلنا و از قال ربک اني جاعل في الارض خلیفه؟

تا اینکه در روی زمین فساد بکند و خونریزی بکند و تباه و بربادی ایجاد بکند اینجاست که مفسرین کرام میفرمایند ملائک از کجا میدانستند که انسان در روی زمین فساد میکند از کجا میفهمیدند که انسان در روی زمین گناه و معصیت میکند خونریزی میکند قتل و خطال میکند دست به اختلاس و اختطاف و احتکار و ظلم دهشتگری میزند از چه جا میفهمیدند میگن اینها میفهمیدن چون از مخلوقی قبل از انسان به عنوان جن اینها تجربه آمخته بودن جنیات در زمین این گناه ها را انجام میدادند. به اول هاز معلوم میشود از نظر مراتب خلقت اول جن بوده در مرحله دوم ملائک هست در مرحله سوم خلقت آدم هست الله تبارک و تعالی در مرحله سوم آدم را آفرید و اونجا بود که ملائک در مرحله, اول اعتراض وارد کردن یا الله اینها گناه و معصیت میکنن در روی زمین اگر هدف تقدیس شمردن هست تسبیح و تحلیل هست که ما همیشه تو را تقدیس میکنیم و همیشه از تو اطاعت میکنیم و هر کیس نافرمانی نمیکنیم از عزیز بناا پس ما مستحق این وظیفه به این خلافت هستیم در زمین اونجا بود که الله تبارک و تعالی برای ملائک فرمود چیزی که من الله میدانم شما نمیدانید هرگیز شما نمیدانید چیزی که من الله میدانم بناهن عزیزان من اینجاست که از نظر مراتب خلقت انسان در مرحله سوم قرار داره ولی از نظر بزرگی و مقام و عظمت بزرگترین جایگاه را در بین تمام مخلوقات خداوند انسان داره از انسان مخلوقی بزرگتر نیست حتی انسان از فرشته هم بالاتر است از مقام انسان از ملائک هم بالاتر است اگر در داستان معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاهی بیندازید اونجا در میابید که در مقامی میرسد رسول خدا صلی الله علیه و سلم که جبرئیل اونجا رفته نمیتواند حتی صدا میزند چرا استاد شدی بیا بالا بیا میگه محمد از این به بعد من نمیتوانم پا بگذارم یعنی انسان مقامش خیلی از فرشته بالاتر هست و ملائک برای انسان آفریده شده در خدمت انسان هست در قرآن از این الله تبارک و تعالی میگه گروهی از ملائک هستند که در حق انسان ها استغفار میکنند در حق مؤمنین آمرزش میتربند از الله تبارک و تعالی و گروه دیگر مسئول سبت احوال انسان هستند و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون گروهی دیگری در مر... وظایفشان در قبال انسان تنظیمی رزق و روزی و مسائل دیگر هست بنا ان فرشته در خدمت انسان هست یعنی همه چیز در الله برای انسان آفریده چی زن از چی مرد فرق نمی کند وقتی از واجه انسان استفاده می شود در قرآن اون افاده مرد و زن هر دور می کند ینی بزرگترین مخلوقی است در روی زمین همه چیز در خدمت تو و تو در خدمت کی همه چیز برای تو آفریده شده به شرط اینکه تو برای الله باشی و در خدمت الله تبارک وتعالی با باشی مسئله دیگر در خلقت هدف از خلقت زن یا هوا چیست الله تبارک وتعالی از ای خلقت چه اهدافیر داره یا هدف از آفرینش زن در پهلوی مرد چی بوده این چند نکته مورد بحث است اولش الله تبارک و تعالی میگه هدف از خلقت زن تسکین و آرامش بوده به همون لحاظ است که میگه وجع علمین زوجها زوجه الیها این زن در پهلوی آدم آفریده شد تا توسط اون سکونت و آرامش داشته باشد دو چیز در الله تبارک و در قرآن به عنوان مایه آرامش بشر قرار داده چقدر زیبا یعنی دو تا ادویه را الله تجویز کرده به خاطر آرامش فکری و روحی و روانی انسان یکی به خاطر آرامش فکر است دیگری به خاطر آرامش تمام بدن انسان هست وجود انسان هست آرامش فکری انسان الا بذکر الله تطمئن القلوب همانا روح انسان با یاد و ذکر الله آرام می دومین چیزی که وسیله آرامش انسان هست همسر هست و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها انسان به وسیله همسر آرامش می گیرد. یعنی وسیله آرامش هست دومین هدف یا خلقت زن هدف بقای نسل بشریت هست به همان لازم است که الله تبارک و تعالی میگه فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به وقتی آدم به هوا در کنار یک دیگر قرار گرفتن به عنوان همسر وقتی هوا حامل شد یعنی توسط از این طریق و از این کانال نسل بشر رو به انکشاف شد به عنوان مادر بشریت به عنوان بنیانگذار و افتتاحگری بشریت بودن آدم و هوا به همان لحاظ است که حضرت آدم و هوا وقتی ازدواج کردن با هم بودن و الله تبارک و تعالی از اینها نسل آفرید در دنیا فلما حملت حملا خفيفا فمرت بهی فلما اسقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنکونن من الشاكرين وقتی که حملش ثقیل شد یعنی نزدیک با ظهور انسان ها و نزدیک با ظهور نسل بشر شد یعنی نزدیک با وضع حمل شد دعا کردن هر دو با یک که الله به ما ذریه صالحه عطا کن و ما از جمله شاکرین هستیم یعنی دومین هدف خلقت زن و یا آفرینش زن بقای نسل بشر هست اگر زنی نمی بود امروز، مردی نمی بود گرچه در خلقت سکس الله تبارک و تعالی قدرت خود را به نمایش گذاشته یک آدم را الله بدون پدر و مادر آفریده دو هوا را از پهلوی مرد آفریده بدون زن سه ایسا را از زن آفریده بدون مرد یعنی این سه قدرت خداوند و این سه خلقت خداوند نماد از قدرت الله هست یعنی ایسا را از یک زن آفرید به معنای این هست که الله برای مخلوقاتش نشان داد اگر من الله بخواهم بدون مرد تنها از زنم میتوانم اولاد به دنیا بیاورم زن صاحب فرزند بشه وقت الله هوا را از پهلوی آدم آفرید معنایش این است الله نماد از قدرت خود را به نمایش گذاشت که اگر من الله بخواهم بدون زن از مردم میتوانم انسان بیافرینم یعنی قدرت دارم توان دارم من الله سی آدم را بدون پدر و مادر آفرید نشان داد الله تبارک و تعالی اگر من الله بخواهم بدون پدر و مادر اینها وسیله در دنیا اسبابن و وسائل هن دنیا محل اسباب هست بدون اینها هم میتوانم در دنیا مخلوق بیافرینم به اول لحاظ است عزیزان من که دومین هدف خلقت زن بقای نسل بشر هست سوم به خاطر اجرای خلافت بیا تطبیق حدود الهی در زمین هست قانون الهی اگر زنی وجود نمی داشت اگر مردی وجود نمی داشت اگر تولد و تناسلی وجود نمی داشت اگر امروز بشری وجود نمی داشت, از این کانال و از این طریق مرد و زن در دنیا پا ظهور گذاشتن این مسئولیت و این خلافتی بزرگ در زمین چه کسی تطبیق میکرد بنا اینها نقش مهم دارند در تطبیقی قانون و ضوابط الهی در زمین چهارم هدف از خلقت زن چون اینها مکمل یکدیگرند مرد بدون زن و زن بدون مرد نقص وجود داره در اینها وقتی این با هم باشند طبقی قانون و فرمان و ضوابط الله تبارک و تعالی اونجا هست که اینها هم از نظر مادی هم از نظر معنوی دیگر را به کمال میرسانند. به همون راز است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده شما وقتی ازدواج میکنید نیمی از ایمانتان را همسرتان تکمیل میکند یعنی وسیله کمال ایمانتان میشود یعنی معنویات شما به کمال میرسد اینها مکمل یکدیگرند پنجم به خاطر این که الله تبارک و تعالی همه مخلوقاتش را زوجین آفریده الله جل جلاله می فرماید و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون از هر چیزی در دنیا ما زوجین آفریدیم به همون لحاظ است که الله وقتی طوفان نوح واقع می شود برای حضرت نوح دستور می داد. از هر چیز زوجین بگیر و در کشتیت نگاه کن تا بعد از برطرف شدن حادثه طوفان یعنی یک نر و یک ماده همه چیز در الله مخلوقاتش را زوجین آفریده که امروز بشر روز به روز با این دست می که در همه چیز قضیه زوجیت وجود داره و قضیه این وجود داره در همه چیز این هست بحث خلقت زن و یا هدف از آفرینش زن اگر صحبت جنبندی بکنیم هدف از خلقت زن چند چیز است یک تسکین و آرامش بشر دو بقای نسل بشر سه به خاطر اجرا و تطبیق قانون و ضوابط الهی در زمین چهار مرد و زن مکمل یک پنج به خاطری که همه چیز را الله زوجین آفریده این هدف از خلقت زن هست اگر از نظر مراتب نگاه بکنیم جنوندی بکنیم صحبت اول جن آفریده شده دوم ملاک آفریده شده سوم انسان هست اگر از نظر مادی خلقت نگاهی بیندازیم ماده خلقت ملائک از نور هست به همون راز است که نافرمانی نمی کند خدا را ماده خلقت جن از نار هست ماده خلقت انسان دو چیز هست هم ماده هست هم معنا هست انسان هم از گل آفریده شده و الله از معنویات و از روح خود الله در وجود انسان دمیده بنان این بود بحث خلقت و این بود بحث آفرینش زن و زن و مرد در مورد خلقتشان که اینها از نظر خلقت تفاوتی ندارن یعنی ماده خلقت اینها یکیست به همون لحاظ است که الله تبارک و تعالی در بسیار از امور در قرآن و حدیث که در درسهای های آینده انشاءالله شما شاهد این قضایا به این مسائل خواهد برید که از لاولای قرآن و حدیث بررسی میکنیم حتی در بسیار از امور الله تبارک و تعالی زن و مرد در دو شادوش یک دیگر قرار داده و در بسیار از امور مساوات نسبت به یک دیگر و الا در بعض قضایایی که یکی بر دیگری برتری دارن و در بعض قضایا نسبت به یک دیگر برتری دارن اینها الله تبارک و تعالی به ما و شما توفیق مل بفرماید و امیدوارم که این درس را تعقیب بکنید این و این سلسله درس را از اینها استفاده بکنید و الله تبارك وتعالى به في ما شما توفیق و السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته